زهر اتمی و جنگ گورکا بر سر مجلس و خبرگان ارتجاع. آخون نبویان از مهره های باند خامنه ای. اینها می خواهند دو جا را بگیرند. مجلس آینده را قرار است بگیرند. می خواهند مجلس خبرگان را بگیرند. مجلس خبرگان یعنی چه؟ یعنی رهبری. توافقنامه ژنو زمینه‌اش در سفر روحانی به نیویورک بسته شد. اسمش طرح مشترک عمل گذاشته شده تا به مجلس نیاورند. تیمی که همان جام زهر را به امام خوران چه کسانی بودند؟ رأسشان آقای هاشمی و معاونشان آقای روحانی بودند. آخون نبویان عضو مجلس ارتجاع از تهران و از مهره های باند خامنه ای در جمع تعدادی از مزدوران رژیم درباره توافقنامه زهرآلود ژنو و جنگ گورک ها بر سر خبرگان گفت: در واقع توافقنامه ژنو زمینه‌اش در سفر رئیس جمهور به نیویورک بسته شد. همان سفری که دو مورد از آن را رهبری روی آنها دست گذاشتند و نقد کردند. یکی تلفن و تماسی بود که اوباما با رئیس جمهور داشت و دیگری طولانی شدن صحبت‌ها با جان کری بود. آقای ظریف، تیمی که قطعنامه 598 همون جام زهر را به امام خوران چه کسانی بودند؟ رأسشان آقای هاشمی و معاونشان آقای روحانی بودند. اسم توافقنامه ژنو طرح مشترک عمل گذاشته شده است برای اینکه این توافقنامه را به مجلس نیاورند. این اسم را برای آن انتخاب کردند در حالی که سرتاپای آن تعهد بود. در رابطه با طول مدت مذاکرات و مقدار زمانی که نیاز است بگذرد تا اصل تحریم برداشته شود، از عراقچی سوال پرسیدم که عراقچی پاسخ داد: ما داد و بیداد کردیم و گفتیم 20 سال خیلی زیاد است، حداکثر 5 سال. ولی آنها در پاسخ گفتند: نه، حداقل باید دو رقمی باشد. نزد رئیس مجلس گفتم که اگر تو بودی این توافقنامه را امضا می کردی؟ گفت نه. گفتم پس چرا حرفی نمیزنی؟ گفت اگر الان حرفی بزنیم میگویند ما داشتیم مشکلات اقتصادی را حل میکردیم، اما مجلس نگذاشت. خودشان گفتند که قرار است دو جا را بگیریم. اینها دارند جهت‌دهی میکنند. شما باید مردم را بیدار کنید. مجلس آینده را قرار است بگیرند. میخواهند مجلس خبرگان را بگیرند. مجلس خبرگان یعنی چه؟ یعنی رهبری. آخون نبویان در پاسخ به حرفهای روحانی برای توجیه زهرخوران اتمی به علت تحریم ها گفت: در زمان احمدی نژاد می گفتن که مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم ها نیست، بلکه 80% آن به خاطر سوء مدیریت است. الان دلیل چیست؟ الان که همه مدیرها را عوض کرده اید، آیا 80% مشکل به خاطر سوء مدیریت نیست؟ وی در این حال به ابعاد بحران و درماندگی رژیم اذعان کرد و افسود: وزرای احمدی نژاد در جلسات غیرعلنی از فشار تحریم ها اشک می ریختند. از تیر ماه سال 91 آمریکا همه بانک های دنیا را بر روی ما تعطیل کرد. در نتیجه ما نمی توانیم حتی یک دلار را به صورت بانکی جابجا کنیم. علت تغییر قیمت مرغ در ماه رمضان سال پیش این بود که ما مرغ خریده بودیم و کشتی حامل آن به آبهای خلیج فارس آمده بود و 6 ماه میچرخید و از ما حق دمورج که روزانه 25,000 دلار است میگرفت، ولی در نهایت کشتی را نتوانستیم تخلیه کنیم چون پول را نتوانستیم دست فروشندش برسانیم. سوریه برای ما مهم است، پس چرا ما به ترکیه که علیه سوریه کار میکرد اقدامی نکردیم؟ چون یک بانک در ترکیه برای ما کار میکرد.